کوه قد البرز بر شانه دارم امشب یک حقیق خموش مردانه دارم امشب رفتی کجا شتابان ای آفتاب تابان یک آسمان پر از ابر در خانه دارم امشب هزده و احترام دارم خدمت شما امیر درخشان از برنامه هدایت میکنیم پرویز اسفانی روزنامه‌نگار سرشناس دوست عزیز همه ما به سفر جاودانگی رفت در لندن مراسمی هم برگزار شد چند روز پیش در انگلستان که جمعی کسی از دوستان و یارانش و بسیاری از هنرمندان روزنامه نگاران در شرکت داشتند دوست دوران جوانی ما دوره نوجوانی ما بعد دکتر نوری نوریزاده مسعود بهنود، و برویز بخشی از دوران زندگیش رو در زندان گذروند اونم در بدترین دوران یعنی در دوره ای که اصلالله لاجوردی زندانبان اوین بود این یکی از قمنگیسترین دوران تاریخ میهن ماست تاریخ زندانبانی به نظرم در دنیا یادم نشریه دی سایت چاپ آلمان که نشریه خیلی معتبر و آقای هلموت و تشمیت هم یکی از بنیانگذارانش بود یعنی صدر اعظم پیشین آلمان که هنوز هم یاد داره این موفق شد خبرنگارش رو به ایران بفرسته این خبرنگار موفق شد به زندان اوین بره بره در اتاق لاجوردی و مشاهده کنه مجموعه فعل و انفعالاتی که در دفتر مدیریت زندان انقلابی میکسره اونم در اون روزهای خوف و وحشت روزهای دستگیری بازداشت ها مسادری انبال کشتار ها شکنچه ها و درگیری های خیابانی و و و حالا نمیخوام ذکر مصیبت کنم و جالبه که هرگز فراموش نمی کنم اه مطلبی رو که او قلمی کرده بود بعد از دیدار از دفتر لاجوردی و دیدن مجموعه همکارانش که همه همی شبیه خودش بودند انگاری همه نفرین شدگان زمین جمع شدند تا این جوونها رو توی سلول ها شکنجه بدن و آزار بدن بچه های ما ایرانی ها رو در اون دوران به زندان افتاد البته دلیلش هم این بود که ما یه پاتوقی ما داشتیم فکر کنم دکتر نوری زدم خیلی به اونجا اومده بود در نزدیکی پل سید خندان یک آپارتمانی بود طبقه همکف که بسیاری از هنرمندان اونجا جمع میشدن محمود استاد محمد به خاطر هست بیاد آی سال میومد. می آمد. برادرش میومد. بعد خود پرویز ریز اصفهانی و یاد بعد رئیس کلانتری تهران پارس میومد. به اونجا خیلی شخصیت روشن فکری بود و چندین هنرمند دیگه که برخی در ایران هم اجازه اسم رو نیارم ولی جالب اینه که اغلب آدمایی که اونجا جمع می شدن خیلی نگران حال مملکت بوده و نمی دونستن چی میشه هیچ کس چه اتفاقی خواهد افتاد در زم خانه خودش از عناصر و ارکان سینما ایران بود سینما ایران زن و شوهری بودن که بعدا هم به نظر مثلا جدا شدن و اختلافی بینشون افتاد این مکان لو رفت <applause> این مکان لو رفت در اونجا چیزی توتهی نمی کد علی انقلاب نه محلی بود برای جمع شدن آدم هایی که دلواپس با پس بودن و نمیدونستن چی میشه و میگم اغلب وحثا بر سر اتفاقات یومیه بود در سطح مملکت و سطح کشور خبرهایی که هر روز در رسانه های عمده کشور شاب میشه که کیهان و اطلاعات رو از این قبل و هر کس هم تجربیات خودش برای دیگران بازگو میکرد در برخورد با انقلابیون تو نهادهای مختلف که ای بچه های آدیو تلویزیون بودن که اخراج شده بودن یا در آستانه اخراج بودن یا قرار بود محاکمه بشن ای بودن خاننده بودن و میدونستن دیگه شانسی در ایران ندارن خب مقصد خوانندگان زن که برخی از اونها بعدا ایران رو ترک کردن و رفتن و پرویز یک مجموعه کتاب داشت که اینها رو در این آپارتمان بنان کرده بود یعنی فکر کرده بود توی دفترش اگه باشه خطرناکه منزل هم ببره بدتر در نتیجه با موافقت خود صابخانه که اینجا هیچ خطری ما احساس نمی کنیم چون ما سابقه سیاسی نداریم چیزاتی بیار بزه اینجا اونا برده بود برده, برده اونجا اینجا لو رفت در خمری که به اونجا با محل کردن خب اولین چیزی هم که به دست آوردن این کتاب ها بود <laughs> کتاب از دید انقلاب ممنوع و چاپ کتاب که نبات خوند پرویز دستگیر شد به زندان افتاد تا در زندان بود بعد آمد بیرون خواه امکان فعالیت سیاسی که وجود نداشت نوار داد خاطر هم هست چند تنی بودن که واقعا با انتشار برخی نوارها و کاست ها موفق شدن که ارتباطی با مردم برقرار بکنن با توجه به اینکه رسانه ملی از دست اونها خارج شده بود. یکیش همین دوست عزیز ما دکتر ایرزا نوری میدونم آقای مسعود بهتون اب نوار داد خود پرویز اسفانی و جمعی از دوستانش که نوارهایی رو در همون زبان منتشر کردن و پرویز رو برد به انتشار جدول و چاپ دارت المعارف جدول خیلی جالب بود فرهنگ جدول در واقع که مجموعه فوق خواندنی است یادگار اون روزها با در تیراژ بسیار وسیع مجلات جدول فروش میرم چون زمان مردم تفریحی نداشتن اغلب ترجیح میدادن در خانه بمونن بیرون نرن شب ها واقعا خیابان ها وضعیت خطرناکی پیدا میکرد ذریب امنیتی خیلی پایین بود و مشکل دستگیری ها و بعد ایجاد موانع خیابانی به وسیله عناصری که اغلب جوان یا نوجوان بودن و اسلحه به دست خود من یادمه با آقای اماد رام و مازیار بودیم آقای نادر گلچین <applause> در دزاشی برمیگشتیم از یک جایی جلو ما رو گرفتن گفتن پیاده شید همه پیاده شدن جوانی بود مثلا سنش احتمالا چارده یا 15 سالش بود ولی یک گفت داشت و بعد فرمانده این بچه هم در چند قدمی ایستاده بود و او اما این بچه چارده پونزده ساله وظیفه داشت که از من بپرس ما کی هستیم از کجا آمدیم دهان ما رو بو کرد به خاطر هم هست و خیلی من خجالت کشتم واقعا جلو مثلا شخصیتی مثل نادر گلشین خاننده برجسته خود اماده را خیلی غم انگیز بود اون بس روزها و شب شبها این که مردم اغلب ترجیح میدن تو خانه بمونن مقصد چرایی که خیلی سرشناس بودن تو معروف بودن بعضی نشیات جدول رو بعد اندوخته ای پیدا کرد اندوختش رو واگذار کرد به یکی از دوستانش چون دوستم میگه لطف کرد که هرگز اون پول رو به پس ند دست زن و بچه رو پرویز گرفت اومد خارج از کشور به اون که بتونه با پولی که اندوخته بود زندگی برای خودش در خارج سامان بده که متاسفانه اون, اون پول رفت بعدا هم شخص دیگری مبلغ دیگری از او گرفت به امانت او هم متاسفانه امین نبود در حفظ این پول البته اینه من زبان دکتر نوری زده بعدا شنیدم در روی یعنی فرویز مورد ستم مضاعف قرار گرفت یک بار انقلاب رو غارت کرد از همه مهمتر بخش از جوانی و عمرش رو اونم زیر فشار اونم در سلول در زندان هم در متشترین دوران تاریخ ببین دوره که از الله لاجوردی برش حکومت داشت و عوامل عناصر خودش رو برده بود که همه شبیه خودش بودن و روی دو بار غارت شد یک بار از طریق نزدیکانش و یک بار هم که انقلاب اون رو غارت کرده بود و روی از میان ما رفت ولی او با همه این تفاصیل و همه فشارهایی که روی شانش بود تصمیم گرفتیم نشریه نشریه نخست نشریه یومیه منتشر کنی که البته مویستر نبود شروع کرد به انتشار یک نشریه هفتگی به نام نیمروز و که باید جمعی از نویسندگان همکاری داشتند و این نشریه به طور مداوم منتشر شد اما کاری که کرد میز از تمام عوامل خانگی استفاده که از همسرش فرزندانش دامادش همه دست به دست هم دادن هر کس کاری در این نشریه انجام میداد یعنی اگر میخواستین سری آدم ها رو از بیرون استخدام بکنه امکان انتشار نشریه نداشت کاری جالبی که انجام داد این بود که از مجموعه نیروهای خانگی بهره گرفت برای انتشار یک نشریه مهم واقعا امروز یکی از نشریات مهم اپوزیسیون در بیرون از ایران بود تا اون جایی که از دستش برآمد استطاعتش اجازه داد نمروز رو منتشر کرد بعد هم که دیگه امکان ادامه کار براش وجود نداشت ما هم اثبات کردیم ما ایرانی ها که حاضر نیستیم از رسانه هایی که بهشون دلبستگی داریم حمایت بکنیم پشت سر اونها بیستیم حالا مهم نیست که اون رسانه چیست وقتی چیزی رو از چف میدیم اون وقت احساس قبل میکنیم وقت میشینیم و افسوس میخوریم دوچار افسردگی میشیم جا داره اندوه میکنیم قنباد میگیریم ولی تا زمانی که داریم خب معمولا فکر میکنیم بالاخره یک جوری اینا ممکنه <applause> سر سالم از این بحران بیرون بیارند و کاری انجام نمیدیم یعنی در چنین مواقعی نمیدونم هم قدشناسی گاه همین که احساس مسئولیت نمی کنیم نسبت به موجودیت پاره رسانه ها و همینطور یا پدیده های دیگر فرقی نمی کنیم. که بهشون نیاز داریم به اونها احتیاج داریم و بیدونیم که اونها در خدمت ما هستن دارن به ما خدمت میکنن فکر کنید نقشی که رسانه های ایرانی داشتن در تمام این سال ها در حفظ زبان فارسی یک موقع ما در آلمان من در دویچه کار میکردم یکی از شرایط لازم این بود که هر سه سال کارمندی که عضویت پیدا میکرد در هیئت تحریریه باید بره به مملکت خودش تا زبان رایج در اون مملکت رو دو دوباره مرور بکنه مبادا در این فاصله ای که از مملکت دوره زبان دچار تحولاتی شده باشه که این عضویت تحریریه با زبان مادری خودش در شرایط حاضر آشنایی نداشته باشه اینی که یکی از قر... یکی از مفاد قرارداد این بود که برنامه ساز حتما به هزینه خود را دیم. به من بکتش اعزام میشد بره به مدت شیش ماه بعد دوباره برگرد سر کار کارش ادامه بده چقدر اهمیت قائل میشد. خب رسانه این کار انجام دادم ایرانی ها لازم نبود که دائما برن من بکت دا... زبان رو و مجموعه انداخت های زبانی خودشون رو در حافظه نگاهبانی کنن نگهداری بکنن جمع اینکه ما وقتی شروع کردیم من به خاطرم هست اغلب کسانی که در بیشتن سال پیش میادن روی خطوط تلفن رادیو و تلویزیون فرق نمیکنه دچار لکنت بودن شما صدای به هم خوردن دندونهای را رو میشنید متوجه بودید که براشون سخت مشکل حرف زدن دشواره پیدا کردن واژه برای اونها دشواره امروز اما ایرانی ها حالا در هر سطح از سوادی که باشه قادرن مکزونات قلبی خودشون رو بروز بدن قادرن حرف بزنن و این رو مدیون همین رسانه هستن و مجموعه برنامه سازان برجسته ای که ما داریم که اغلب تسلط دارن به زبان فارسی و به بهترین نحو هم سخن میگن و برنامه اجرا میکنن همه ما باید از اونا سپاسگزار باشیم و ممنون که این کار را انجام دادم به هر روی هم یعنانم و رفت و سفر جاودانگیش خوش بالاخره تنها چیزی که از انسان باقی خاطره خوب او از خودش خاطره های خوب به جا گذاشت خیامی از من میخواستن دادم گفتم واقعا آدم ها بعد طبق متون عرفانی ما به سه شکلی می بیرند. مرگ از سه روی رخ می ده. یا مرگ تنه یا مرگ جان یا مرگ دل برخی درسته دوچار مرگ تن میشن ولی دلشون رو برای ما جا میگذارن برویز استانی یکی از معدود شخصیت هایی بود روزنامه نگاران برجسته ای که دلش رو برای دوستانش نزدیکانش بستگانش بعد فرزندانش نوهاش همسرش به جا گذاشت و رفت ازش خیلی سپاس گذاریم به خاطر همه کارهای بزرگی که انجام داد خیلی سپاس گذار مرویز رفتی یا رفتن تو آتش نهاد بر دل از کاروان چه جز آتشی به منزل خب همینان هرچمند برنامه رو پی میگیریم یکی از دوستان من داره مطالعاتی انجام میده درباره زنان برجسته و محبوب در دوره صفبی خیلی جالبه مثلا در دوره شاه اسماعیل اول یک پاچا خونریز خیلی هم بیره البته نظر دوگانه درباره او وجود داره ادی از مورخان رو ستایش میکنن میگن به هر حال او موفق شد که ایران رو یک دست بکنه و برخی اما میگن هزینهش خیلی سنگین بوده با جنایاتی که کرد در واقع اه 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 این چیزهایی رو در مملکت ما ارزش کرد که امروز وقتی ما به اونها نگاه میکنیم احساس شرمساری داریم مثلا این فشاری که بر اهل سنت بود در ایران و در بمبکت ما یه گزارش هم داده بود سیایه به اون هم چالبه سیایه گزارش داده که دا در همین الان بیس هزار چند اطباع خارجی شهروندان نوت کشور در خدمت داعشان در رکاب داعش شمشیر میزن اطباع نوت کشور دنیا اورج که حساب بکنید به طور متوسط میشه دیویست و بیست نفر هر کشور رقم خیلی بالاست و امروز هم آمریکایی ها حالا با تلاش که پرزیدنت اوباما داره انجام میده در فکر تاییه ترک هستن که من خوندم در نشریه بیل که حداقل دولت اوباما میخواد یک برنامه جنگی سه ساله رو علیه داعش تعلیف کنه مفهومش اینه که داعش حضور موقت نیست داعش پدیده گذرا نیست داعش قراری که برای مدت های در خاور میانه باشه همین که امروز در منطقه یمن خب برخی از دولت بزرگ دیپلمات‌هاشون هاشون رو از اونجا خارج میکنند و سفارت خونه رو تعطیل میکنند معناش اینه که یمن هم مشمول خاکبرداری در خاور میانه شد متاسفانه یکی دیگه از کشورهایی که قربانی شد و سازمان ملل هم گزارش داد که عملا کشوری به نام لیبی متلاشی مطلق شد متلاشی مطلق فکر کنید به تنهایی چلو دو فرقه چلو دو قبیله این مملکت رو تقسیم کردن هر کدام برای خودش امپراتوری کوچک تشکیل دادن و دیگه سبات هم میگه از این مملکت رخت بربسته و رفته حالا چی میشه دوباره این ثبات امنیت رو احیا کرد معلوم نیست تنها نقاطی امروز امنیت دارن که اونجا حوزه های نفتی قرار گرفت تامین امنیت هم برای حوزه های نفتی <applause> از طریق همین همین قبایل لیبیایی 42 و قبیل شوخی نیست که همه با هم درگیرن در, در جنگ خب این اه زبان فارسی هم, هم خوشبختانه در منطقه خاورمیانه امروز دوباره در حال احیاء همینجا فکر کنید صدها هزارتن به تنهایی در امارات متحده به فارسی تکلم میکنند در کردستان شمار زیاد وقت خیابان ها رد میشید فارسی رو میشنوید در بغداد حتی وزرایی هستند یا مسئولان و کلیدی که به زبان فارسی تکلم میکنند زبان ما در خاله رشد پیدا کردن خبر خوب دیگه هم که قبلا خدمتتون دادم این که آقای اردوگان هم تصمیم گرفته دوباره دبیره فارسی عربی رو در ترکیه احیا بکنه حالا ممکنه ما با سیاست های آقای اردوگان موافق نباشیم اما با این یکیش بنده بسیار موافقم خیلی به سود خود ترک هاست دستی که هم آشنا بشن با ارسیه فرهنگی خودشون و خوشبختانه ایرانی ها در تمنی این ارسیه نقش مهمی می داشتن. ایرانی ها خیلی نقش مهم داشتن در زمین ای که امروز در اختیار ترک هست، اما بهش دسترسی ندارن به خاطر که قادر نیستند به فارسی این آثار رو بخونند حالا احیای دبیر فارسی عربی خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه که اینا هم بتونن از این گنج بزرگ مثل ایرانی ها بهرگیری کنن شاد خود این اتفاق باعث بشه که ما دوباره به هم نزدیک بشیم ملت های منطقه به هم نزدیک بشم بکنید کنید نشستید پای تلویزیون تلویزیون عربی است خوب گوش میکنید بینید دختر خانم زیبا نشسته اونجا خواننده است بعد داره کلکل کل میکنه با با مجری برنامه مجری شو و بعد صحبت زبان فارسی است و بعد میبینید ا دختر خانم خواننده عرب شروع میکنه بفارسي خان جن خش كنا بكوش كني جالب فارسي فعليك خدموني فعليك إنت إمي عندنا لا الكام غلط هو هو ما عليه ما عليه بس فارسي حلو بس والله يعني الفارسيين يعرفون أخي انه غلط بس اللي غلط أنا بهذا زين اوكي أحنا. ايه اوكي اه شو بدي اي دخت اي دخت قولي لا اي دخت قولي لا نجيب <applause> <applause> لا هي مو هاي مو هاي لا هاي فارسي الجواد غنى اغنيه مقام مشمي سدوي تكشت قلبه مقام مش ماش... مقي لا مش مش عارف ما. انا م... انا مالي في الفارسي وايد بس يعني ما عليك يلا

دختاروا أقول كروش كولا أرزن نفرش هيثي قول هرمشي قيمة تدي البفروش إي دختاروا أقول كروش كولا أرزن نفرش هيثي قول هرمشي قيمة تدي البفروش بيتوبة من قول أرزن نفروش بيتوبة من قول أرزن نفروش, نفروش قيمة دل البفروش تدل بخروج قول قول يعني وقت قول يعني وقت قول يا عين سهلت العين سهلت العين

قل خيلي ممنوع خيلي متشكرات افندم جزائري لا خيلي ممنوع خيلي خشنقه خيلي, خيلي بولندي خيلي كتكو توهي شو يعني؟ <applause> <applause> بولندي طويل كتكو قصير الله الله, الله والله يعني الصراحة اليوم غنينا كل انا, أنا على فكره كنت افكر يعني اغني فارسي لان الفارسي قريب على التركي على فكره نعم شوف هاللون يعني وايد حلو الله اقول حق محمد خان غني فارسي محمد مو يعني؟ لا بالعكس يعني كموضوع اقول له يعني نفكر فيه الحين. أه حلو أه فاطمه على اخر سؤالين تي لان الوقت بدا يتداركنا. أه كلنا نعرف ان زوجتك اكيد أه والملحن محمد حسين الموجود موجود معنا اليوم اكيد م. منورنا يا ابو جاسم والله يعطيك العافيه الصراحه دائما ما شاء الله الله لا يفرقكم يعني اللهم لا حسد عشان ما نحسدكم موجودين دائما مع بعض و وانا سمعت يعني بالتحديد إنك وايد تعتمدين عليه في كل صغيرة وكبيرة الى اي درجة يلعب دور دور محمد في حياة الفنانة ايه الفيلم حريم السلطان سريال حريم السلطان التركا مثل ايه بوست بزرقش ايه بود كه هم ما توجهي پیدا بكونن به زمان در ايران كي دورة دوري صفا بيكي برابر عثمانی یا جنگی که بین این کشور در میگیره جنگ چالدوران که به نظرم خب یکی از مهمترین جنگ هاست در تاریخ دو کشور و بعد عصبانیت سلطان سلیم پادشاه عثمانی از چی از شاه اسماعیل صفوی که حاضر نبود او رو شاه خطاب بکنه میگفت صوفی اغلی یا میگفت اردبیل اغلی به کی به شاه اسماعیل حاضر نبود او رو پادشاه بخونه و یکی از حوادث عجیبی هم که افتاد در جنگ چالدوران که تاریخ این, این, بخش رو نادیده گرفته یعنی که یکی از زنان محبوب او یعنی بهروز خانم که شاه اسماعیل سخت بهش دل بستگی داشت عاشقش بود فکر کنید پادشاه خونریز <تص> که در مواجهه با اهل سنت جنایتی رو مرتکب شد که متاسفانه امروز ما ایرانی ها هنوز باید شرمنده باشیم سخت دلبسته یک دختر خانه به نام بهروز است همسر عزیزش که او رو با خودش به اردوی جنگی میبره منازه نبوده دوریش تعمال بکنه دو زن رو با خودش برده یکی اوس یکی تاجلو بیگمه تاجلو بیگم از قبیله شاملو وقتی که حکومت آقوونلو منقرض میشه این طایفه بخشی از تایفه شام رو فرار میکنن میرن به یک قلعه نام قلعه استا در بین اینها ای دختر بچه هم بوده اسمش تاج تو بیگم بوده بعد شاه صفوی وقتی قلعه فتح میشه وارد صحن قلعه میشه برای بازدید ببینه که سربازانش چه کردن در میان اوسرا چه چه به دختر بچه یک دل ن دل عاشقش میشه دستور میده سرپرستی برای بچه تعیین بشه تا به سن قانونی برسه و او رو عقد بکنه و این زن منکوهه شاه اسماعیل بهروز خانم بکنی بهروز خانم در جنگ چالجوران به چنگ سپایان عثمانی میفته او رو سریعا تحت الافت استانبول میکنن یک قنیمت بزرگ برای پادشاهی که میخواست از شاه اسماعیل انتقام بگیره شاه اسماعیل پی عطا فرستاد بلکه بتونه این زن رو پس بگیره موفق نشد خودش یه نامه نوشت به شاه سلیم و سلطان سلیم هم جواب داد بهش که یادته اون زمانی که اهل سنت رو از میکشتی از بین میوردی اموالشون رو مصادره میکردی و حتی توی نامش هست حتی باکره های مسلمان رو تو به عنوان غنیمت به سپاهیان خودت میدادی و اینا حق داشتن زن و بچه و دختر مردم رو تاراج بکنن ببین چقدر کار بدیه امروز حالا زن تو اینجاست البته اجازه نداد که اه اه... کسی به این زن تعرض بکنه به یکی از فرماندهانش این کار رو کرد قاضی جعفر هم بستر شد با زن شاه اسماعیل و سلطان سلیم اینقدر مردانگی داشت که دستور داد قاضی جعفر رو بکشند نتونست تحمل بکنه. چطور به عنوان یک مسلمان حاضر شدی زن عقدی یک نفر با زن عقدی یک نفر هم بستر بشه. <تص> بیشتر در این باره صحبت بکنم خدافزی میکنم با همه شما همینان عزیز عرجمندم تا دیداری دیگر گفتگوی دیگر